به نام خدا. سلام دوستان، ما امروز کاری که میخواییم بکنیم یه ذره راجع به کاربورد های از مشتق میخواییم صحبت کنیم. اول میخواییم یه چند تا مثال بزنیم، حالا بگیم البته کاربورد های از مشتق قراره درش چه ببینیم. ببخشید. خب ببینید، ما در حقیقت کاربورد های متفاوتی از مشتق داریم. یکی از کاربردهای خیلی مهم مشتق اینه که ما تغییرات کمیت‌های مرتبط نسبت به همو بتونیم یه جوری بسنجیم، که حالا بهتون میگم دقیق به صورت دقیق‌تر این چیه. یکی از مهمترین کاربردهای مشتق توی مسائل بهینه‌سازی، یعنی یافتن ماکسیموم یا مینیموم و یا ترسیم نمودار تحلیل رفتار توابع، خیلی میتونه بهمون کمک کنه. همینطور بعضا برای یافتن جواب عددی معادلات میتونیم ازش استفاده کنیم، یا تقریب توابع پیچیده و یا محاسبه حدود. حالا راجع به هر کدوم از اینا ما انشالله جلوتر مفصلتر صحبت میکنیم. فعلا بحث رو شروع کنیم بریم جلو رفتن، تا بعدا ببینیم که هر کدومش به چه صورت پیش میره. ببینید بچه ها، یکی از مهمترین کاربردهای مشتق اینه که من تغییرات کمیت‌های مرتبط نسبت به همو بتونم بسنجم. من اینکه این کاربرد چیه رو در حقیقت میتونم میخوام با چند تا مثال براتون مطرح کنم، یعنی چند تا مثال میخوام بزنم امروز که در حقیقت توی این مثال‌ها خود فرمول بندی درست سوال و نوشتن کمیت‌های مرتبط و اینا به صورت مناسب خودش یه قسمتی از مسئله است. و خب انتظار میره که شماها توی درس ریاضی عمومی یواش یواش به یه همچین مسئله هم مواجه بشید و بتونید یه همچین کارهایی رو هم انجام بدید. به عنوان مثال اول فرض کنید که من یه هواپیمایی دارم که داره به صورت افقی پرواز میکنه و سرعت پرواز افقی 600 کیلومتر بر ساعت. فرض کنید این هواپیما در ارتفاع 5 کیلومتری داره از سطح زمین پرواز میکنه و سوال اینه که حالا یه دکل رادیویی داریم، این هواپیما از بالا سر این دکل رد میشه، دقیقا از بالای دکل رد میشه و میخواییم ببینیم که از دید این دکل سرعت هواپیما چقدره. وقتی که هواپیما یه دقیقه بعد از اینکه هواپیما دقیقا از بالای دکل گذشته، و منظور از سرعت هواپیما از دید دکل نرخ افزایش فاصله از دکله. خب من برای اینکه این مسئله رو بتونم بهتر بفهمم سعی میکنم که یه ذره نقاشی بکنم. ببینید اینجور نقاشی ها برای اینکه اصلا بفهمید دقیقاً صورت سوال چیه، سوال چی میخواد، چی گفته، چی میخواد، خیلی میتونه به شما کمک کنه. خب ببینید، من در حقیقت حالا یه خط افقی پایین کشیدم که در حقیقت این مثلا زمین منه و خب حالا دکل من یه جایی اینجا هاست و فرض میکنم که خب هواپیما در یک خط افقی در ارتفاع 5 کیلومتری از زمین داره پرواز میشه میکنه. پس این خط افقیه که هواپیما داره روش پرواز میکنه و ارتفاع هم که 5 کیلومتر اینجا نوشتم با رنگ سبز که بعدن جاهای مختلف که این پنجره میبینیم بتونیم تشخیصش بدیم که کجا این خط این پنجه چیه. عرض به خدمت شما، نکته بعدی که هستش اینه که خب همونطور که گفتم این داره در این راستای افقی پرواز میکنه. فرض کردم که سرعت هواپیمای من 600 کیلومتر بر ساعت، اینجا نوشتم که یادم باشه بالا سر این نقطه‌ای که هواپیمامونه، و در حقیقت من فاصله هواپیما از دکل رو با یک کمیتی مثل S نمایشش دادم و در حقیقت چیزی که سوال از من خواسته DS به DTه، نرخ افزایش فاصله نسبت به زمان، در حقیقت همون چیزی که میشه سرعت از دید دکل. وقتی که یه دقیقه، یعنی این X در زمان، یعنی X رو باید به ازای مکان X رو حساب کنم، وقتی که هواپیما یک دقیقه از گذشتنش از این نقطه گذشته، در حقیقت من خب زمان رو دیگه اینجا نمیتونم تو شکل نمایش بدم، ولی در حقیقت از اینجا وقتی هواپیما یک دقیقه پرواز کرد یه فاصله ایکسی پیدا میکنه، میخواد بدیم اون چقدر. خب برای اینکه این کار پیدا کن اینو بتونیم حساب کنیم، اولا خب طبق قضیه فیثاغورس واضحه که S2 در رابطه X به توان 2 به علاوه 5 به توان 2 صدق میکنه. اینو اینجا نوشتم، S به توان 2 مساوی با X به توان 2 به علاوه 5 به توان 2، که 5 همین ارتفاع
عمودی من بودش. خب بنابراین من نهایتا دوست دارم دی اس به دی تی رو حساب کنم، بنابراین همینجا نسبت به تی مشتق میگیرم. از سمت چپ نسبت به تی مشتق میگیرم، دقت کنید که اس و ایکس توابعی از تی هستن. بنابراین طبق قاعده زنجیره وقتی من از اس دو میخوام نسبت به تی مشتق بگیرم، میشه اولا میشه مشتق یه چیزی به توان دو که میشه دو برابر اون چیز، پس میشه دو اس ضرب در مشتق خود اس نسبت به تی طبق قاعده زنجیره، پس این میشه دو اس برابر دی اس به دی تی. مشابهن مشتق ایکس دو هم میشه دو ایکس برابر دی ایکس به دی تی. و پنج به توان دو هم که یه عدد ثابته، بنابراین دی به دی تیش میشه صفر، بنابراین دو اس برابر دی اس به دی تی میشه دو ایکس برابر دی ایکس به دی تی. خب پس دی اس به دی تی من این دو اس هم میبرم سمت راست، هر دو بار به دو اس تقسیم میکنم، برای من دو با دو ساده میشه، یه میشه ایکس اسوم ضرب در دی ایکس به دی تی، برای من دی اس به دی تی میشه ایکس اسوم دی ایکس به دی تی. خب ایکس اسوم رو که حالا من همینجا نوشتم، دی ایکس به دی تی هم که همون دقیقا سرعت افقی هواپیماست دیگه. خب من اینو داشتم چقدر بود؟ این همین 600 کیلومتر بر ساعتی بود که اینجا نوشتم، پس اینو اینجا نوشتم. اوکی پس دی ایکس به دی تی رو نوشتم 600، ایکس سوم هم با جاش گذاشتم اینجا. خب حالا ببینیم من برای اینکه بخوام این معادله رو حل کنم، من نهایتا این دی اس به دی تی رو لازم دارم. خب از سمت راست من ایکس و اس رو ندارم، بنابراین باید سعی کنم ایکس و اس رو به دست بیارم. قسمت اول، خب من میدونم 600 کیلومتر بر ساعت همون 10 کیلومتر بر دقیقه است دیگه، چون واحد زمان رو به حسب دقیقه گفته، من سرعتمو تبدیل کردم به چند کیلومتر بر دقیقه، پس سرعت 10 کیلومتر بر دقیقه است. بنابراین ایکس من در تی مساوی 1 دقیقه میشه 10 کیلومتر، چون من با سرعت 10 کیلومتر بر دقیقه دارم حرکت میکنم، برای من وقتی 1 دقیقه از بالای دکل گذشتم دقیقاً 10 کیلومتر فاصله گرفتم. خب این ده هم با صورتی نوشتم. و نهایتا برای اینکه اس رو بخوام حساب کنم، خب الان یه قضیه فیثاغورس ساده است دیگه، این دهه این پنجه، اس رو از قضیه فیثاغورس به راحتی میتونم حساب کنم. اس میشه رادیکال 5 به توان 2 به علاوه 10 به توان 2، بنابراین اس در تی مساوی 1 دقیقه میشه رادیکال 5 به توان 2 به علاوه 10 به توان 2 که این میشه همون 5 رادیکال 5. درسته؟ ان شاء الله اشتباهی ننوشتم. آره دیگه میشه 5 رادیکال 5. برای من دی اس به دی تی دقت کنید که پس من اس در تی مساوی 1 دقیقه رو حساب کردم، ایکس در تی مساوی 1 دقیقه رو حساب کردم، این تنها دو المانی بود که من توی این تیکه نداشتم. بنابراین خب الان دیگه دی اس به دی تی رو میتونم حساب کنم. در حقیقت دی اس به دی تی در تی مساوی 1 دقیقه میشه 600 که سرعت من بود ضرب در x تقسیم بر s، میشه ضرب در 10 تقسیم بر 5 رادیکال 5 که تقریبا میشه 536 ممیز 7 کیلومتر بر ساعت. اوکی یعنی اون هم حالا خب بیا ماشین حساب از گذاشتیم، من مقادیر رو حساب کردیم. پس در حقیقت اتفاقی که میفته اینه که من اینو میتونم به این طریق حساب کنم. یکی از دوستان گفته بود که نمیشد ما از همون اول اس رو بر حسب ایکس بنویسیم. ببینید سوال خیلی مهمه که فرمول بندی که می‌نویسید و یه جوری بنویسید که بتونید هم خوب از داده هاتون استفاده کنید، هم چیزی که سوال میخواد رو بتونید خوب حساب کنید. دقت کنید که سوال چیزی که از من خواسته بود سرعت هواپیما از دید دکل بود که همین نرخ افزایش فاصله از دکله. دقیقاً چیزی که سوال از من خواسته بود دی اس به دی تی بود. اگر من اس بر حسب x می نوشتم این خیلی چیز خاصی من نبود، من میتونستم از اول میسم اس هست رادیکال 5 به توان 2 ولی به x به توان 2، ولی خب این چیز خاصی به من نمیداد. من نهایتا خوب بود ماجرا رو یه جوری می نوشتم که بتونم دی اس به دی تی رو راحت حساب کنم، و دلیلی که اینو اینطوری نوشتم اینجوری بود. یکی از دوستان پرسیده که چرا سرعت هواپیما از دید دکل میشه مشتق مکان از نسبت به زمان، نمیشه کلا سرعت مشتق یه چیزیه از جنس مکان نسبت به یه چیزی از جنس زمان. وقتی من دکلم خب دارم هواپیما رو نگاه میکنم، باید ببینم هواپیما با چه نرخی فاصلهش از من افزایش پیدا میکنه، یعنی من فاصله‌ام با هواپیما رو میخوام این نرخ افزایش فاصله نسبت به زمان چی میشه. به خاطر همین نوشتم دی اس به دی تی دیگه، اس فاصله هواپیما با من دکله و دی اس به دی تی بنابراین میشه سرعت از نظر من.
اوکی، این از این. پس در حقیقت حالا با استفاده از این رابطه من تونستم دی اس به دی تی رو حساب کنم. دقت کنید که این که من با چنین رابطه‌ای شروع کردم و مشتق نسبت به زمان گرفتم، یعنی نوشتن مناسب مطلب، خودش خیلی به من کمک میکردش. من ممکن بود اول S رو بنویسم، رادیکال ایکس دو، رادیکال پنج به توان دو به علاوه ایکس دو، بعد برم مشتق بگیرم، بعد برم حساب کنم اینا، ولی ماجرا پیچیده تر پیش میرفتش. میتونید یه بار این کار رو انجام بدید، بیاید بنویسید S دو مساوی با، یعنی بیاید S رو بنویسید رادیکال 25 به علاوه ایکس دو و بیاید از این نسبت به تی مشتق بگیرید. این یه ذره پیچیده تر ماجرا پیش میره. یه بار این کار بکنید ببینید که اگه این کار بکنید چه شکلی پیش میره ماجرا. میشه این کار کردش، جوابش هم کاملا درسته، فقط یه ذره راه حلتون پیچیده تر میشه. اوکی، این از این. ببینید بچه، من فقط یه چیز بگم، قاعدتا حتی تو درس فیزیکتون دیدین کلن سرعت از دید یک ناظر میشه تغییر مکان اون جسم نسبت به من ناظر، یعنی مشتق مکان نسبی ما دوتا تقسیم بر نسبت به زمان. یعنی من باید مکان نسبی اون جسم و نسبت به خودم ببینم، خود ناظر که من که ناظرم، و مشتق بگیرم نسبت به زمان. این علل اصول میشه سرعت. برای مثلا اگه من گفته بودم سرعت هواپیما نسبت به یک مسافری که توشه، خب سرعت هواپیما از دید مسافری که توشه میشه صفر. اوکی، این پس از مثال اول. مثال دوم، ببینید من فرض کنید یه مستطیلی دارم، مثلا این مستطیل داره یه تغییراتی میکنه، مثلا یه مستطیلی دارم، مثلا فرض کنید یه دستگاه پرسی دارم، اینو داره یه ذره میکشه، از یه طرف مثلا داره یه ذره فشارش میده، و در حقیقت فرض کنید که اتفاقی که میفته اینه که مستطیل من اولش یه مستطیل با ضلع‌های 10 و 8 سانتی متر، ضلع 10 سانتی متریش با نرخ 2 سانتی متر بر ثانیه داره افزایش پیدا میکنه و ضلع 8 سانتی متریش با نرخ 3 سانتی متر بر ثانیه داره کاهش پیدا میکنه. مثلا فرض کنید این مستطیلو من دارم میکشم، حالا از دو طرف یه جنسیه، نتیجه این کشیدن من اینه که اتفاقی که داره میفته اینه که این طولش داره بیشتر میشه و عرضش داره هی جمع‌تر میشه. پس یه مستطیل با ضلع 10 سانتی متر و 8 سانتی متر دارم، ضلع 10 سانتی متر 2 سانتی متر بر ثانیه داره افزایش پیدا میکنه، ضلع 8 سانتی متر 3 سانتی متر بر ثانیه داره کاهش پیدا میکنه. و سوال اینه که میخوام ببینم نرخ تغییر مساحت مستطیل به چه صورت. خب ببینید، باز دوباره من اول شروع میکنم به کشیدن و یه ذره اول طراحی که چه اتفاقی داره میفته. خب این مستطیل منه، خب و اتفاقی که میفته اینه که ضلع مستطیل من 10 سانتی متر، این یکی ضلعش 8 سانتی متر، ضلع 10 سانتی متری با این نرخ داره اضافه میشه و ضلع 8 سانتی متری با این نرخ داره کاهش پیدا میکنه. یکی از دوستان پرسیده که مساحت نباید ثابت بمونه. ببینید بچه ها، تو صورت سوال دقت کنید صورت سوال چی میگه. خب مثلا فرض کنید که من الان صریحا گفتم این زل داره با این نرخ افزایش پیدا میکنه، این زل داره با این نرخ کاهش پیدا میکنه. این که گفتم مثلا فکر کنید من دارم میکشم، اول دقت کنید گفتم مثلا، خب برای من یعنی دقیقا معنیش این نیست که دارم این کارو میکنم، ولی خب در اثر کشیدن، خب این مستطیل یه جسمیه، احتمالا خب یه عمقی هم داره، خب اون عمقش هم یه بلایی داره سرش میاد که احتمالا حجمش ثابت میمونه. یکی از دوستان پرسیدن که مساحت نباید ثابت بمونه. نه، مساحت نباید ثابت بمونه دیگه. گفت وقتی این زل داره با این نرخ افزایش پیدا میکنه، این زل با این نرخ داره کاهش پیدا میکنه، خب احتمالا اتفاقی که میفته اینه که مساحت هم تغییر میکنه. خب دقت کنید که ذهنتون درگیر، یعنی پارامترهایی که تو مسئله نیست نشه الکی. وقتی که اینقدر صریح این دو تا رو گفته، خب بریم با اینا مسئله حل کنید. حالا چیکار دارید به این که فیزیک مسئله چیه؟ خب ببینید، من مساحت رو میتونم بنویسم به صورت x ضرب در y. بذارید اینجا بنویسم، این فرض کنید که x باشه و این دوستمونم فرض کنید y باشه. خب من پس مساحت من هست x ضرب در y. بنابراین اگه من بخوام مشتق نسبت به t رو در x مساوی 10 و y مساوی 8 حساب کنم،
خب این ضرب دو تا تابع است دیگه. دقت کنید که الان x و y من یک تابعی بر حسب t، اوکی؟ و اتفاقی که میفته اینه که من الان باید از ضرب دو تا تابع که نسبت به t مشتق بگیرم. خب ضرب دو تا تابع هم میدونیم دیگه، میشه مشتق اولی در دومی، dx به dt ضرب در y، به علاوه اولی ضرب در مشتق دومی، x ضرب در dy به dt. خب هم توی x مساوی 10 و y مساوی 8 باید حساب کنم. خب dx به dt که داریم بهمون داده شده 2ه، خب y هم که میدونیم چنده 8ه، x هم میدونیم چنده 10ه، اینجا نوشتم، و نهایتا dy به dt منفی 3، من به اینجا یه علامت منفی هم اومده اینجا نوشته شده، اوکی؟ یعنی اگر که حالا این اذیتتون میکنه که من اینو اینجا نوشتم، اینو میتونستم بنویسم به علاوه 10 ضرب در منفی 3. اوکی، این برای این که یه ذره مشخص تر باشه. پس من دیوای به دیتی منفی 3 بود اینجا نوشتم، و خب این عدد رو حساب کنیم میشه منهای 14 سانتیمتر مربع بر ثانیه. اوکی، پس در حقیقت من الان دی ای به دیتی میشه منهای 14 سانتیمتر مربع بر ثانیه. باز دقت کنید که اینجا الان این طرز نوشتن من خیلی کمکم کرد. البته خب بدیهی ترین طرز نوشتنم بود که خب من نوشتم آر رو نوشتم مثل ایکس ضرب در وای، و خب چون دی ایکس به دی تی و دی وای به دی تی رو داشتم به راحتی تونستم این رو حساب کنم. خب کیوان جمالی بفرمایید. سلام بفرمایید. ببخشید سوالم این بود که الان حالا من اومدم تو خب به خودم گفتم خب اول کار مساحتش میشه 80 10 ضرب در 8، بعد تو ثانیه بعدی میشه 12 ضرب در 5 میشه میکنم 60، نمیدونم چی رو اشتباه میکنم. نه درست 20 اون چیزی که خب خیلی نکته خوبی گفتن. ببین بچه ها دوستتون نکته ای که میگه اینه که میگه خب ببینید الان من این x من که 10ه، دو سانتی متر بر ثانیه هم داره اضافه میشه، بنابراین تو یک ثانیه بعد ایکس من میشه 12 و تو یک ثانیه بعد وای من میشه 5. بنابراین مساحت من از 18 تا که 80 تا بود تو یک ثانیه بعد تغییر میکنه میشیم 5 12 تا که میشه 60. یعنی از 80 به 60 رسیدیم، بنابراین 20 سانتی متر مربع بر ثانیه من کاهش داشتم. خب دقت کنید که این چیزی که دوستتون حساب کردش متوسط تغییر مساحت در یک ثانیه بوده، به خاطر اینکه من تو یک ثانیه مساحتم از 80 رسیده به 60، پس 20 سانتی متر بر ثانیه به طور متوسط از زمان ثانیه 0 تا زمان 1 تغییر کرده. این دی ای به دی تی که من حساب کردم تغییر لحظه‌ای مساحته، درسته واحدش سانتی متر مربع بر ثانیه است، ولی معنیش نیست که من یک ثانیه وایسادم ببینم چی شده. داره میگه همین لحظه من چه نرخ تغییر مساحتی دارم که میشه منهای 14 سانتی متر مربع بر ثانیه. اوکی، این از این. یکی دیگه از دوستان پرسیده که آیا نرخ تغییر همواره یعنی مشتق نسبت به زمان؟ علل اصول نرخ تغییر حالا یعنی مشتق یک کمیتی نسبت به یک کمیت دیگه. اون کمیت دیگه چیه یا باید اکسپلیسیتلی گفته شه، به صورت صریحا باید گفته شه، یا اگر صریحا گفته نشه معمولا زمانه. اینجا به طور خاص از قرینه این که اینا رو من تغییر نرخ تغییرش رو به حسب زمان گفته بودن دیگه خب مشخص میشد واقعا زمانه. بنابراین اگر نرخ تغییر رو نگفتن نسبت به چی؟ علل اصول نسبت به زمانه. علل اصول اینجا که صراحت دیگه وجود داره دیگه، اینجا ببینید من گفته بودم که این نرخ نسبت به زمانه، بنابراین این مشتق نسبت به زمانه. اوکی، اینم از این. پس اینم در مورد مشتق تغییر مساحتمون توی این مثال. خب
یه مثال دیگه بزنم که یه ذره مثال هیجان انگیزتر و پیچیده تری باشه. فرض کنید که من یه فانوس دریایی دارم. خب این فانوس دریایی داره 3 دور در دقیقه میزنه، یعنی تو هر دقیقه 3 بار دور خودش میچرخه، و فرض کنید حالا نور فانوس دریاییم حالا چه یه طرفه باشه چه دو طرفه باشه، ولی به هر حال 3 دور کامل میزنه، نه 3 تا نیم دور. خب و فرض کنید که این فانوس دریایی محل نصبش در 2 کیلومتری خط ساحلی باشه. بزنینم بنویسم خط ساحلی، حالا همون ساحل، در 2 کیلومتری ساحل. پس من یه در حقیقت فانوس دریایی نصب کردم. حالا این فانوس دریایی همینجور که داره میچرخه، حالا یه مدت سمت دریا رو روشن میکنه، یه موقعهایی هم سمت ساحل رو روشن میکنه دیگه. اوکی، بنابراین فرض کنید بنابراین هر وقت که سمت ساحل رو روشن میکنه، خب یه نقطه نورانی میندازه رو ساحل، این نقطه رو شروع میکنه رو ساحل حرکت کردن، و من میخوام سرعت حرکت این نقطه نورانی رو بدونم. وقتی که این نقطه نورانی 4 کیلومتر از نزدیکترین نقطه ساحل به فانوس فاصله داره، اوکی، پس یه نقطه نورانی میندازه. این ببینید اگه این خط ساحلی باشه، یه نقطه هست نزدیکترین نقطه، حالا الان نقاشیش نشون میدم، بعد این نقطه نورانیه هی فاصله میگیره، میچرخه، دوباره میادش مثلا روی خط ساحلی حرکت. من میخوام اینم زمانی که 4 کیلومتر فاصله گرفته از این نقطه نزدیکترین نقطه، میخوام ببینم که چقدر سرعت داره این نقطه ساحلی، این نقطه نورانی ببخشید. خب باز دوباره برای این مسئله من طبق معمول باز دوباره اول سعی میکنم یه ذره مسئله رو برای اینکه بر خودم روشن بکنم ببینم چه شکلیه، اینو بنویسم، یه ذره پارامتراشو در بیارم ببینم چه شکلیه. خب این خط ساحلیمه که اینجا کشیدمش، این جناب فانوس دریاییمه و اینم فاصله 2 کیلومتر نوشتم که حواسم باشه این 2 کیلومتره، و این فانوس دریایی با سرعت 3 دور در دقیقه داره دور خودش میچرخه. برای مثلا هر دفعه یه نقطه اینجا میاد دور میشه میره، دوباره مثلا از این ور از منفی بینایت شروع میکنه، دوباره هی میادش، دوباره هی از سمت چپ میاد به سمت راست این نورش میره. خب و در حقیقت این گفته سرعت نقطه نورانی رو خواسته وقتی که 4 کیلومتر از نزدیکترین نقطه ساحل به فانوس فاصله داره. خب نزدیکترین نقطه ساحل به فانوس این نقطه میشه، این نقطه میشه که این زاویه عموده دیگه، بعد تسریحش بذارید من این خط رو بکشم. پس نزدیکترین نقطه ساحل به فانوس میشه این نقطه، و فرض کنید که خب پس من گفته وقتی که این فاصله 4 کیلومتر از این نزدیکترین نقطه فاصله گرفته، اوکی، پس در حقیقت این نقطه نورانیه. بخشی یکی از دوستان گفته که از کجا معلوم که این رو ساحل نقطه نورانیه، بذارید من اینو بنویسم روی خط ساحلی. خب ببینید در حقیقت خب این مثلا وقتی که نور میندازه، حالا این نکته ای که دوستتون گفت این بود، خب وقتی این نور میندازه خب یه شعاعی رو روشن میکنه، ما منظورمون میخوایم این شعاعه خب یه موقع به خط ساحلی برخورد میکنه، میخوایم ببینیم این نقطه نورانی که رو ساحل میندازه سرعتش چقدره. اوکی، پس در حقیقت سوال این که سرعت این چقدره. خب پس در حقیقت الان من همه چیز مسئله روشن شده، خب این نقطه نورانی همینجور داره رو ساحل حرکت میکنه، و در حقیقت میخوام ببینم که سرعتش چقدره وقتی که 4 کیلومتر فاصله گرفته. خب باز دوباره من میام آن چیزی که در مسئله لازم دارم رو مینویسم. خب این ایکس در حقیقت فاصله ایه که من گرفتم که 4 کیلومتره، این 2 کیلومتر که فاصله ایه که در حقیقت فانوس من تا ساحلم داره، سرعت 3 دور در دقیقه خب همون سرعت 6 پی رادیان بر دقیقه است در حقیقت، بنابراین من این نوشتم 6 پی بر دقیقه، و در حقیقت چیزی که سوال خواسته دی ایکس به دی تیه. اوکی، در حقیقت سوال گفته که دی ایکس به دی تی چقدره. خب برای اینکه من بیام دی ایکس به دی تی رو حساب کنم، خب بیام ببینم که x اصلا چجوری تغییر میکنه، من چیزی که نسبت به زمان میدونم چجوری تغییر میکنن این زاویه تتاست. اگه من این زاویه رو اسمشو بزنم تتا، تتا رو میدونم چجوری نسبت به زمان تغییر میکنه، بنابراین سعی میکنم x رو به تتا ربطش بدم.
خب x چه ربطی به تتا داره؟ در حقیقت این x ضلع مقابل زاویه این مثلث قائم الزاویه است، ضلع مقابل زاویه تتاست. و خب من این ضلع مجاورش هم دارم، برای من x رو میتونم بنویسم دو برابر تانژانت تتا. اوکی، پس این x رو نوشتم دو برابر تانژانت تتا. خب در حقیقت نسبت x به این میشه تانژانت تتا، برای من ضرب در دوش بکنم خود x رو به من میده. پس x رو نوشتم به صورت دو برابر تانژانت تتا. و خب سوال چیزی که از من خواسته چیه؟ dx به dt رو خواسته حساب کنم. dx به dt در x مساوی 4. خب ببینید، من چون اینجا دقت کنید که من این نمادگذاری در حقیقت لایبنیتس این چیزو به من میده، این امکانو به هم میده که بگم که اینجا به جای اینکه من وقتی یه چیزو به صورت مشتق یعنی تابع، مثلا اگه x رو مینوشتم x t، خب اون وقت وقتی x پریم t رو من فقط توی یه نقطه میتونم حساب کنم، ولی وقتی اینجوری مینویسمش میتونم بگم که در t مساوی یه چیز میخوام حسابش کنم یا در x مساوی 4. ممکنه لازم بشه من حساب کنم که تی چقدره، خب ولی همینطوری خب میتونم بنویسم در x مساوی 4 ببینم، شاید اصلا لازم نشد که تی رو حساب کنم. خب برابر این dx به dt در x مساوی 4 میشه دو برابر تانژانت تتا رو من باید بیام نسبت به تی مشتق بگیرم، نه نسبت به تتا. خب این ترکیب تابع تتای تی و تانژانت تتای مشت، بنابراین طبق قاعده زنجیره دوره مشتق تانژانت تتا که میشه یک به علاوه تانژانت دوی تتا. خب مشتق تتا به تی هم که اینجا نوشتم، باز دوباره اینو باید در x مساوی 4 حساب کنم دیگه. خوبی ماجرا اینه که دی تتا به دی تی که من میدونم مقدارش چقدر، اصلا یه عدد ثابته، در حقیقت 6 پیه، 6 پایی که من اینجا نوشتم، این دی تتا به تی تی و اینم دو برابر یک به علاوه تانژانت دوی تتاست. یک به علاوه یه تانژانت دوی تتا در x مساوی 4. خوبی تانژانت تتا در x مساوی 4 اینه که من لازم نیست حساب کنم xش چند، چی میگن تتاش چند بوده که تانژانتش حساب کنم. خب من همین الان تانژانت رو میدونم چنده دیگه، تانژانت تتا x که هست 4، اینم که هست 2، برای من تانژانت تتا میشه نسبت 4 به 2. برای مثلا من خود تانژانت تتا رو راحت تر میتونم حساب کنم بدون اینکه بخوام تتا رو حساب بکنم. اوکی، پس در حقیقت این تانژانت تتا که میشه 4 دوم، این توان دو هم که این توان دو اینجاست. اوکی، پس میشه 1 به علاوه 4 دوم به توان 2 ضرب در 2 دی تتا به دی تی هم که 6 پای بود. خب اینو دیگه حساب کتاب بکنیم میشه 60 پای کیلومتر بر دقیقه، چون واحد زمانمون اینجا دقیقه بود، اینم میشه 60 پای کیلومتر بر دقیقه. مثلا یه عددی هولوش مثلا 200 کیلومتر بر دقیقه، 100 مثلا 80 90 کیلومتر بر دقیقه داره تغییر میکنه. اوکی، این از این. دقت کنید بچه، فانوس دریایی، حالا من الان اینجا چون مجبور بودم عمودی کشیدم، ولی فانوس دریایی و خط ساحلی تو یه صفحه، یعنی صفحه افقیه، اینجا یه فانوس دریایی، اینجا هم ساحله، و معمولا هم ساحل هم ارتفاع دریاست، هم فانوس دریایی، مخصوصا تو این مقیاس فاصله 2 کیلومتری هم سطح دریا فرضش میکنیم، یعنی ارتفاعش رو انگار صفر محسوب میکنیم. خب عرض به خدمت، چون که یه سری سوال اومده و این سوالایی که اومده راستش تقریبا هیچ سوال تکراری وجود نداره، یعنی 6 7 نفر سوال پرسیدن که سوالاشون هر کدوم چیزای متفاوتی بوده، برای من فقط یک بار خیلی سریع همه چیزو دوباره توضیح میدم. خب میگه چیز نمی کنم، سوالا رو انشالله جواب میدم. ببینید، پس این الان فانوس دریایی من یه نقطه است، به همه چی رو فرض کنید توی صفحه افقیه، یه نقطه است فانوس دریایی من، از ساحل 2 کیلومتر فاصله داره، یه شعاع نوری داره که میفته رو ساحل، و این شعاع نور هر وقت که میفته رو ساحل، خب یه نقطه‌ای رو ساحل رو روشن میکنه. خب
صورت سوال سرعت این نقطه نورانی رو خواسته، وقتی که این نقطه نورانی 4 کیلومتر از این نقطه فاصله گرفته که این نقطه نزدیکترین نقطه ساحل به فانوس دریاییه. اوکی، اگر من این زاویه رو اسمشو بذارم ثتا، خب من میدونم که این داره 3 دور در دقیقه میزنه دیگه، در حقیقت اینجوری داره میزنه اگه همه چی افقی در نظر بگیریم، این داره 3 دور در دقیقه میزنه فانوس دریایی. بنابراین در حقیقت دی تتا به دی تی میشه 6 پای رادیان بر دقیقه. پس این 6 پای بر دقیقه که من نوشتم دی تتا به دی تی، خب یعنی چون هر یه دور میشه 2 پای دیگه، 3 دور بنابراین میشه 6 پای، پس میشه 6 پای بر بر دقیقه. خب حالا اینجا چه اتفاقی میفته؟ ببینید من x، این فاصله ای که داره، خب من اگر زاویم ثتا باشه تانژانت ثتا میشه x تقسیم بر این 2. خب پس x دوم میشه تانژانت ثتا، بنابراین x میشه 2 برابر تانژانت ثتا. خب و اگه dx به dt رو بخوام حساب کنم، دقت کنید که ثتا خودش یه تابعی از t، این خیلی نکته مهمیه ها، تابعی از t. اوکی، خب دی ایکس به دی تی رو در ایکس مساوی 4 بخوام حساب کنم میشه 2 برابره از تان. به این دقت کنید، پس این چیزی که من اینجا دارم ترکیب تابع تانژانت و تابع تتاه، تتا تابعی از تیه، یعنی وقتی من اینو به عنوان یه تابعی از تی نگاه کنم، ترکیب 2 تا تابع است، تابع تانژانت و تابع تتا. مشتق تابع تانژانت که 1 علاوه تانژانت 2، مشتق تابع تتا که خب دی تتا به دی تیه که اینجا نوشتم. اوکی، خب دی تتا به دی تی رو که میدونستم 6 پایه، تانژانت هم خودشو که اصلا میتونم حساب کنم هست 4/2، لازم نیست تتا رو حساب کنم برای اینکه بخوام تانژانتش رو حساب کنم، خود تانژانت رو مستقیم حساب کردم به توان 2، اینم که 1 هم که 1، 2 هم که 2، هیچی. پس این میشه 2 برابر 1 علاوه 4/2 به توان 2 ضرب بر 6 پای که مقدارش میشه 60 پای. اوکی، پس سرعت من میشه 60 پای کیلومتر بر دقیقه. خب پس این هم از این مثال. خب بریم یه مثال یه ذره پیچیده تر بزنیم. ببینید بچه ها، میگم این قصه ها همش نکتهش اینه که بتونید کمیت ها رو به طرز مناسب بنویسید. دقت کنید که اصلاً من داشتم تلاش میکردم بگم که یکی از کاربردهای مشتق برای حرف زدن راجع به نسبت تغییرات کمیت‌های، نسبت تغییر کمیت‌های مرتبطه. ببینید خب من الان تو مثلا ثتا دارم، تی دارم، ایکس دارم، سوالی که ازم خواسته شده دی ایکس به دی تیه، چیزی که دارم دی ثتا به دی تیه. خب اینا رو باید به طرز مناسبی به هم ربطشون بدم. اوکی، و اصلا هنر حل مسئله در اینه که من اینا رو بتونم خوب بنویسم، بازنویسی کنم، ببینم چی به چی چه ربطی داره و بتونم محاسباتم رو انجام بده. یکی از دوستان پرسیده واحد سرعت چرا شد کیلومتر بر دقیقه. ببینید همواره من قبلا گفته بودم جنس مشتق میشه جنس کمیت سرعت تقسیم بر جنس کمیت مخرج. خب و این معنی دی ایکس به دی تی رو دارم حساب کنم. دقت کنید که من ایکس رو بر حسب کیلومتر داشتم حساب میکردم و تی رو بر حسب دقیقه داشتم حساب میکردم. برای من اگر دوست داشتید میتونستید همه اینا رو این وسط ها بنویسید و میدیدید هرچی کمیت لازمه با هم ساده میشه تا آخر سر یه چیزی بر حسب کیلومتر بر دقیقه به دست بیاد. منتها مادامی که من حواسم باشه همه زمان ها رو به صورت دقیقه بنویسم، همه مکان ها رو به صورت کیلومتر بنویسم، همه ثتا رو به حسب رادیان بنویسم، میتونم مطمئن باشم، یا ثتا رو میتونستم به جای رادیان همه رو به حسب درجه بنویسم. خب اینم باز مشکل نداشت، ولی حالا مشتق گیریش به درد سر میخوردیم. ولی مادامی که من همه چی حواسم باشه کمیت‌ها رو درست بنویسم، بدونی که این وسط‌ها بخوام چک کنم چه کمیت با چه کمیت ساده شد، میتونم خیالم راحت باشه که این آخر از جنس x که کی واحدش کیلومتر بود تقسیم بر t که واحدش دقیقه بود به دست میاد. برای من آخر سر همیشه واحد من درست در میادش، اگر حواسم باشه همه چیزا رو هم واحد بنویسم و رعایت کنم، مثلا نه که یه جا ایکس رو کیلومتر بنویسم، یه جا متر بنویسم، زمان رو یه جا دقیقه بنویسم، یه جا ساعت بنویسم، اون وقت اونجا خیلی
شهر میشه. اینم پس یک نکته برای اینکه تو این قسمت بخوام اضافه کنم. یه سوال دیگه میخوام الان اینجا حل کنم. فرض کنید که من یه قیف مخروطی شکل دارم، یعنی یه قیف اینجوری به شکل مخروطه و عمق این قیف فرض کنید که 5 متره و شعاع فوقانیش، خب به این قیفه یه مخروطه، این بالاش یه دایره است، شعاع این دایره فرض کنید 2 متره. فرض کنید که خب آب توی این قیفه و همینجور داره میریزه پایین و فرض کنید لحظه ای که ما داریم راجبش صحبت میکنیم زمانی که ارتفاع آب 4 متره، یعنی یه مقدار سر مخروط یا حالا خالی بوده یا در سر خالی شده، خلاصه الان 4 متر آب توشه و فرض کنید که سرعت بیرون ریختن آب 1/12 متر مکعب بر دقیقه است. ببینید وقتی من میگم سرعت بیرون ریختن آب، اینو ممکنه جورای مختلف بتونم بیان کنم. همین که گفتم واحدش متر مکعب بر دقیقه است، معنیش اینه که تغییرات حجم نسبت به زمانو من دارم میگم. ممکن بود تغییر ارتفاع نسبت به زمانو بگم، ولی الان چون واحدش متر مکعب بر دقیقه است، خب این سرعت بیرون ریختن آب معلومه که تغییر نرخ تغییرات حجم به زمانو دارم میگم. و سوال اینه که سرعت کاهش ارتفاع آبو میخوام پیدا کنم. در حقیقت میخوام ببینم تغییرات حجم به زمانو گفتم، ازتون خواستم که تغییرات ارتفاع نسبت به زمانو حساب کنم. خب باز دوباره من برای اینکه این مسئله رو شروع کنم به حل کردن، اتفاقی که میفته اینه که اول خب سعی میکنم یه نقاشی بکشم که بتونم همه چیز رو در بیارم. خب این قیافه مخروط نوعی مونه، خب گفته بود مسئله که ارتفاعش 5 متره، شعاع فوقانیش 2 متره، اینا رو نوشتم. گفته فرض میکنیم ما داریم زمانی رو میبینیم که ارتفاع آب 4 متره، بنام اینجا کشیدم 4 متر که این خب ارتفاع آبمونه. و خب دقت کنید که من اینو دقت کنید که اسم ارتفاع آبو گذاشتم h. خب من همینجور که ارتفاعم کمتر میشه، شعاعی که تو اون ارتفاع دارم هم کمتر میشه. برای اینکه ماجرا برام پیچیده نشه، فرض کردم آ رو به عنوان یه تابعی از ارتفاع نگاه میکنم. خب ببین من میتونستم آ رو به عنوان یه تابعی به حسب زمان نگاه کنم، ولی میبینید که اون پیچیده تر میشه. دقت کنید که من خوبه که به کمیت هایی که آخر سر میخوام سری ربط بدم به دست بیارم. برای آ رو من بر حسب اچ نوشتم. خب تو هر اچی باشه من آ رو میتونم حساب کنم دیگه، وابستگیش چیه میتونیم بررسی کنیم. ببین در حقیقت اتفاقی که میفته، طبق قضیه تالس ما میدونیم که همیشه نسبت این ارتفاع به این شعاع عدد ثابت. خب یعنی این ارتفاع به این شعاع برابر با این ارتفاع به این شعاع برابر با این ارتفاع به این شعاع. خب برابر نسبت این آر به این اچ برابر با این آر بزرگه به این اچ بزرگه. خب بنابراین در حقیقت آر اچ مقدارش میشه 2/5 اچ. همیشه طبق قضیه تالس همیشه من از این بزرگه میتونم نسبت آر به اچ رو حساب کنم. تو این بزرگه آر 2 اچ 5، بنابراین نسبت آر به اچ میشه 2/5. پس تو هر اچ دیگه ای باشم آر من میشه 2/5 اچ. اوکی خب حالا بیام ببینم که ربط حجم و شعاع به هم چیه. خب من وی رو نسبت به اچ نگاه کنم، وی اچ هستش یعنی حجم من در ارتفاع اچ. خب من حجم مخروط رو میدونم دیگه، هست 1/3 مساحت سقف مقطع ضرب در ارتفاع. خب میشه 1/3 ارتفاع که اچ ضرب در پای ضرب در آر اچ به توان 2. این میشه مساحت سطح مقطع من تو ارتفاع اچ، این میشه خود ارتفاع من 1/3 ارتفاع ضرب در سطح مقطع. اوکی خب پس این پایو آوردم، این اول نوشتم پای 3 اچ هم که خودشو نوشتم، آر اچ هم که دیدیم هست 2/5 اچ، پس نوشتم 2/5 اچ به توان 2. خب اینا رو عدد ثابتاشو ترتمیز کنیم میشه 4π 75 اچ به توان 3. اوکی پس 4π 75 اچ به توان 3
میشه وابستگی حجم من به ارتفاع. خب دقت کنید که من چیزی که دارم چیه؟ دیوی به دیتیه. چیزی که میخوام حساب کنم چیه؟ دی اچ به دیتیه. خب من الان اگه بخوام قاعده زنجیری رو به صورت کلاسیک چه استفاده کنم، باید بیام اچ رو بر حسب وی بنویسم، بعد دی اچ به دیتی میشه دی اچ به دی وی ضرب در دی وی به دیتی. خب منتها دقت کنید که وقتی من بخوام اچ رو بر حسب وی حساب کنم، اتفاقی که میفته اگه بخوام همینجا از این رابطه اچ رو بر حسب وی حساب کنم، یک ریشه سوم و اینای وی میاد وسط و من از توان صحیح مشتق گرفتن خوشحال ترم. خب بعد دقت کنید که من چه دی اچ به دی تی رو بنویسم به صورت دی وی، ببخش معذرت میخوام، چه دی اچ به دی تی رو بنویسم دی اچ به دی وی ضرب در دی وی به دی تی، خب چه دی وی به دی تی رو بنویسم دی وی به دی اچ ضرب در دی اچ به دی تی، چه بالایی رو بنویسم چه پایینی رو بنویسم، اتفاقی که میفته اینه که من دی وی دی تی رو تو جفت رابطه ها دارم، دی اچ به دی تی رو هم تو جفت رابطه ها دارم. دی اچ به دی تی چیزیه که میخوام حساب کنم، دی به دی تی چیزیه که دارم. خب فقط تنها المان دیگه ای که میمونه دی اچ به دی وی یا دی وی به دی اچ، خب که من باید حساب کنم. و از بین دی وی به دی اچ و دی اچ به دی وی، من با محاسبه دی وی به دی اچ خوشحال ترم، چون وی یه تابع بر حسب اچه که به توان صحیح رسیده. بنابراین این رابطه پایینیه رابطه خوش دستریه بر محاسبه دی اچ به دی تی. هیچ ایرادی نداره اگه که از رابطه بالایی بخواید استفاده کنید، از بالایی هم استفاده کنید بنویسین، دقیقا رابطه درست در میاد. ولی من چیزی که میخواستم بگم اینه که من نیاز ندارم حتما اول اچ رو بر حسب وی بنویسم بعد دی اچ به دی تی رو حساب کنم. این رابطه رو هم بنویسم، هم دی اچ به دی تی داره، هم دی وی به دی تی داره، دی وی به دی اچ هم که میتونم حساب کنم. اوکی، پس من از این رابطه پایینی حساب میکنم. و برای اینکه از رابطه پایینی حساب کنم، خب من وی اچ رو که حساب کنم، وی اچ بود 4 پای تقسیم بر 75 ضرب در اچ به توان 3. اوکی، پس دی وی به دی اچ میشه یه 3 ضرب میشه تو این رابطه، برای من این میشه 4 پای 75 میشه 4 پای 25 میشه 4 پای 25 اچ 2. پس دی وی به دی اچ رو من حساب کنم شد 4 پای 25 اچ 2. بنابراین منهای 1/12، دقت کنید که من حجمم داره کم میشه، بنابراین دی وی به دی تی منفیه. خب پس منهای 1/12 که از دی وی به دی تی مون، طبق قاعده زنجیره‌ای من میدونم این هست دی وی به دی اچ ضرب در دی اچ به دی تی. دقت کنید این به خاطر قاعده زنجیره‌ای یا نه به خاطر اینکه من دی اچ به دی اچ رو میتونم ساده کنم، طبق قاعده زنجیره‌ای من این رابطه رو میتونم بنویسم. دی وی به دی اچ رو که میشه 4 پای تقسیم بر 25 ضرب در اچ 2 در اچ مساوی 4، این چیزیه که اینجا هستم. و خب دقت کنید که باز یه جذابیت دیگه که من دی وی به دی اچ نوشتم این بود که از خود اچ مساوی 4 اومدم استفاده کردم، چون اینجا اچ داشت. خب اگه دی اچ به دی وی نوشته بودم، اینجا به جای اچ وی می اومد وسط، که اون وقت من باید وی رو میرفتم حساب میکردم. ولی خب دی وی به دی اچ که طبق چیزی که اینجا حساب کردم 4 پای 25 اچ 2 که در اچ مساوی 4 باید حسابش کنم، ضرب در دی اچ به دی تی. پس کلا این رابطه میشه 64، اچ رو بذاریم 4 میشه 64 پای 25 ضرب در دی اچ به دی تی. بنابراین خب این 64 پای 25 میبرم سمت چپ، دی اچ به دی تی من میشه منهای 25 تقسیم بر 12 ضرب در 64 پای، که همون منهای 25 تقسیم بر 768 پای. واحدمون هم آخر سر اچ من همیشه بر حسب متر نوشتم، تیمو همیشه بر حسب دقیقه، بر من واحد من باید بشه متر بر دقیقه. اوکی، این از این. ببینید یه راه حل پیچیده تر این سوال میتونست این باشه که من دقیقاً بیام وابستگی اچ بر حسب تی رو به دست بیارم. ببینید در تئوری حداقل من میتونستم که وی بر حسب تی چه جوری تغییر میکنه،
خب اچ هم در حسب وی چجوری تغییر میکنه. برای من میتونستم اچ رو به عنوان یه فانکشنی از تی نهایتا بنویسم، بیام دقیقا حساب کنم که وی بر حسب تی چجوری تغییر میکنه، اچ هم بر حسب وی چجوری تغییر میکنه، اینو دقیقا به عنوان یه اف تی بنویسم. این کارو میشد بکنم و مشتق بگم و جوابش هم کاملا درست بود، هیچ موردی نداشت. ولی الان به طور خاص مخصوصا چون گفته بود در ارتفاع 4 متر حساب کنید، من سعی کردم وابستگیامو به اچ درارم. اما اگه دوست داشتی یه بار همه چی رو بر اساس تی بنویسید ببینید که دوباره به جواب درست در میاد، خب اگه دوست داشتید یه بار بر اساس وی بنویسید بازم ببینید همه چی درست در میاد، ولی خب این از همه ساده تر بود که من بر اساس اچ بنویسم ببینم که چه اتفاقی میفته. اوکی، این از این. این که چی رو بفهمید، از کجا استفاده کنید، یعنی بس به کدوم بنویسید خوبه کدوم بدتره، چون یکی از دوستان پرسیده، این برمیگره به تجربه و به دقت به این دیگه. ببینید من میگم چون گفته بود در ارتفاع 4 متر، اگه گفته بود در زمان 1 دقیقه من یه کار دیگه میکردم، اگه گفته بود در مثلا حجم نمیدونم مثلا 1 متر مکعب من یه کار دیگه ممکن بود بکنم. به مرور زمان با گذشت زمان و پیدا کردن تجربه و دقت به این که چه چیزایی رو دارید چه چیزایی ندارید، یواش یواش یاد میگیرید اینو چه شکلی انجام بدید و این هیچ جوری جز با مسئله زیاد حل کردن به دست نمیادش. فقط باید مسئله بیشتر حل کنید تا بتونید این کارو بهتر و بهتر انجام بدید. و مثلا میگم یه بار همین مسئله رو بر حسب وی بنویسید، یعنی اچ رو به عنوان یه تابعی از وی بنویسید، حل کنید، این وی رو هم حساب کنید، اینا ببینید اگه همه چی باز دوباره درست به دست میادش، یعنی هیچ مشکلی نداره، غلط نیست. من اینکه چه کاری بهتره میگم تجربه و تمرین حل کردن میخواد. دوستان من یه نکته ای رم تو این نقطه تذکر بدم قبل از اینکه برم سراغ مثال بعدی. ببینید بچه‌ها، امتحان‌های هفتگی، کویزای هفتگی یا تمرین تحویلی هفتگی، هر چی که می‌خواید اسمشو بذارید، تمرین تحویلی هفتگی شاید بهترین گزینه باشه، یه وقت شما رو از یک جهت گول نزنه. ما اوردر سختی سوال، حالا تا الان 2 هفته اول بود درس خب ساده‌تر بود، سوالا ساده‌تر بود، هر چی جلوتر میره درس پیچیده‌تر میشه، سوالا احتمالاً پیچیده‌تر میشه. برای من خیلی عجیب نیست که از این بعد با سوال پیچیده‌تری مواجه بشید. خب منتها علل اصول اولا اگه دیده باشین هم سوال دیروز هم سوال نمیدونم 2 هفته پیش، اینا همه از سوالای تمرینای کتاب بود. خب کلا تمرینای کتاب خیلی خوبه حل کنید، این نکته اول. نکته دوم این که عرض به خدمت شما بچه ها، یه چیزی گولتون نزنه. ما برای اینکه دچار استرس نشید، دچار این نش مشکل نشید که مثلا هماهنگ کردن یه زمان، مثلا بخوام بگم که آقا نیم ساعت فرصت دارید بیا یه سوالو حل کن جمعه ها و اینا، اومدیم به شما وقت باز دادیم، گفتیم مشورت آزاد باشه و اینا، یعنی مثلا ساعت 10 صبح تا نمیدونم 10 شب فرصت جواب دادن سوال دارید و اینا، میتونید مشورت کنید، حرف بزنید اینا و آخرش حل کنید. دقت کنید، امتحان نهایی شما اجازه مشورت ندارید توش، وقتش قاعدتا یک وقت باز نخواهد بود. دقت کنید، این چیزی که ما الان داریم میگیم تمرینه. در امتحان نهایی شما قاعدتا یک امتحان دارید، مثل امتحان واقعی، امتحان عادی، یعنی یک امتحان مثلا چه میدونم 3 ساعت، 4 ساعت وقت، 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت وقت دارید، باید تو اون 2-3 ساعت 4 ساعت حلش بکنید، اجازه مشورت ندارید. خب و این شرایط الان گولتون به این معنا نزنه. خیلی از شماها متاسفانه، من حدس جدیم اینه که سوالو که میبینید میرید کتاب باز میکنید، میرید با بچه‌ها صحبت میکنید و سوالو حل میکنید. اگر میخواید ببینید که امتحان نهایی چه، یعنی برای امتحان نهایی درست آماده بشید، توصیه من اینه که هر هفته که سوالو بهتون دادن، یک اول از قبل درسو بخونید آماده باشید، یک درسو بخونید آماده باشید، وای نستید سوالو ببینید برید ببینید که چی میخونید که تازه بخونیدش. دو، سوالو که دیدید بدون نگاه کردن به کتاب، بدون مشورت با دوستاتون، بدون مراجعه به منبع، 1 ساعت خودتون سعی کنید به سوالو حل کنید. اگه سوالو تونستید حل کنید و اینا که چه بهتر، دوست داشتید بعدش حالا برید با دوستاتون چک کنید که مطمئن شید که اشتباه نکردید، این بد نیستش، خوبه. خب اما
قبل اگر نتونستید حل کنید، قبل از اینکه با دوستاتون مشورت کنید یا برید به کتاب نگاه کنید یا نمیدونم برید اینترنت سرچ کنید، حالا هر کار دیگه که میخواید بکنید، حتما یک ساعت به سوال فکر کنید. شنیدن راه حل سوال باعث یاد گرفتن نمیشه. یعنی الان کل کلاس که من دارم درس میدم، یه طرف اینکه یه ساعت دو ساعت شما خودتون به یه مسئله ای که ممکنه بتونید حل کنید یا نتونید حل کنید بشین فکر کنید، زمین تا آسمون متفاوته. زمین تا آسمون متفاوته. بنابراین اصلا گول این شرایط رو نخورید، به خاطر اینکه تو امتحان نهایی میشه. و دقت کنید که اگر تو امتحان نهایی نتونید نمره قبولی بگیرید، مهم نیستش، از این تمرینای هفتگی نمره کامل هم بگیرید، درس رو نمیگذرونید. اینو صریحا ما توی قواعد و مقرراتمون گفته بودیم. بنابراین آماده باشید برای امتحان نهایی، حواستون باشه که باید درس رو کامل بخونید. این سوالایی هم که الان در مورد امتحان نهایی پرسیدین تقریبا همش سوالای بی ربطیه با اجازهتون و من هیچ کدوم جواب نمیدم. اینکه امتحان از کجا میاد، یه ساعت یا دو ساعت تو سی دبلیوز، چقدر آسونه چقدر سخته، اینا دیگه سوالای بیکاری، دستتون آزاده دارید مینویسیده. برای من هیچ کدوم این سوالا رو جواب نمیدم. اینکه امتحان چه جوریه، تستیه، تشریحیه، هیچ کدوم رو جواب نمیدم. میاد سر جلسه امتحان میبینید چه شکلیه امتحان. اصلا در مورد کیفیت امتحان، سختیش قاعدتا یه چیز تو مایه های همین تمرین های هفتگی، تمرین های کتاب، یه ذره بالاتر یه ذره پایین تر. یعنی علل اصول در حد سطح درس، در حد تمرین های کتاب، در حد تمرین های هفتگی که ما برای در حقیقت همین تحلیلی های هفتگی که بهتون میدیم، در حد کلاس های حل تمرین، سختیش تو همین مایه هاست. دقت کنید، من نکته اصلی که نباید گول بخورید شرایط تمرین تحویلی های هفتگی تونه. این ماجرا خیلی جدیه. خواهشن گول این شرایط رو نخورید. و حتما یک، قبل از امتحان چیز کنید، قبل از امتحان حتما درس رو بخونید و آماده باشید. قبل از تمرین تحویلی هفتگی درس رو بخونید و آماده باشید. فرض کنید میخواید برید امتحان بدید. دو، حداقل یک ساعت به سوال فکر کنید قبل از اینکه شروع به هر گونه مشورت، کتاب دیدن یا مراجعه به مراجع کنید. اگه این دوتا کار رو نکنید، مطمئن باشید در پایان ترم به مشکلات حاد برخورد میکنید. مطمئن باشید اینو. اوکی، این از این. خب اینم از یه سری نصایح پدرانه این وسط، برم درس رو ادامه بدم. خب یه مثال دیگه بزنیم. فرض کنید که من یه هواپیمایی دارم باز، خب، و این هواپیما با سرعت 400 کیلومتر بر ساعت داره در به سمت شمال غرب پرواز میکنه، خب، و یه خودرویی دارم که با سرعت 100 کیلومتر بر ساعت داره به سمت غرب حرکت میکنه. پس یه خودرویی دارم داره به سمت غرب حرکت میکنه، قاعدتا یه خودروی داره به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت به سمت غرب، و یه هواپیمایی هم با سرعت 100 کیلومتر بر 400 کیلومتر بر ساعت به سمت شمال غرب. قاعدتا هواپیما رو زمین راه نمیده دیگه، یه ارتفاعی داره. خب فرض هم بکنید که خب ارتفاع هواپیما 1 کیلومتر، همینطور که اینجا نوشتم، پس هواپیما در ارتفاع 1 کیلومتری داره پرواز می‌کنه. فرض کنید که هواپیما دقیقاً توی یه نقطه از بالا سر خودرو رد میشه. پس همینطور که اینا دارن حرکت می‌کنن، دقیقاً از بالا سر رد میشه و پروازش ادامه میده و اونم به حرکتش. و میخوام ببینم که نرخ افزایش فاصله، نرخ افزایش فاصله این دوتا نسبت به هم 36 ثانیه بعد از اینکه هواپیما از بالا سر خودرو گذشتش، میخوام ببینم چقدره. پس در حقیقت توی یه لحظه هواپیما دقیقاً از بالا سر خودرو رد میشه. دقت کنید که این فاصله داره دیگه، این دوتا فاصله، چون حالا بریم جلوتر معلوم میشه که این فاصله هم نکته مهمیه خودش، این ارتفاعه. پس این تو ارتفاع داره میره، این 400 کیلومتر بر ساعت، این 100 کیلومتر بر ساعت. وقتی که دقیقاً از بالاش رد میشه، من میخوام ببینم که 36 ثانیه بعد این نرخ افزایش فاصله این دوتا چقدر. خب برای اینکه این کارو بکنم، باز دوباره طبق معمول ماجرا، من اولش میام یه ذره نقاشی میکشم. خب فرض کنید که این نقطه نقطه‌ای بوده که هواپیما از بالا سر خودرو رد شده، این خودرو اینجا بوده، یک کیلومتر بالاترش هواپیما اینجوری بوده. بعد هواپیما در راستای شمال غرب در حقیقت یک ساعت پرواز کرد، 36 ثانیه رفته، خودرو هم در راستای غرب 36 ثانیه رفته. دقت کنید که من الان این شکلی که کشیدم شما باید سه بعدی ببینید، چون یک زاویه، یه ارتفاعی هم داریم که اینجوری نمایشش دادم. در حقیقت
اگر هواپیما فاصله x رو توی این مدت طی کرده باشه، این فاصله هواییشه، این تصویر همین فاصله رو زمینه. خب یعنی پس اینو من عمود کردم به زمین، اینم عمود کردم به زمین، این فاصله رو زمین رو داره نشون میده. و چون هواپیما داره به سمت شمال غرب میره، ماشین داره به سمت غرب میره، اینا با یه زاویه 45 درجه نسبت به هم دارن حرکت میکنن. خب فرض کنید که در حقیقت مکان خودرو، یعنی فاصله‌ای که خودرو توی این مدت گرفته، فرض کنید وای باشه، پس خودرو فاصله وای پیدا کرده، هواپیما فرض کنید توی این مدت فاصله ایکس پیدا کرده. خب ایکس رو من در 36 ثانیه بخوام حساب کنم، 36 ثانیه در حقیقت یعنی 1/100 ساعت. خب سرعت هواپیما 400 کیلومتر بر ساعت بوده، پس تو 36 ثانیه 4 کیلومتر راه رفت، 1/400. خب ایکس 36 ثانیه این میشه 4 کیلومتر. وای 36 ثانیه چقدر میشه؟ ماشین سرعتش 100 کیلومتر بر ساعت، 1/100 کیلومتر بر ساعت، خب میشه 1 کیلومتر. پس ماشین 1 کیلومتر فاصله گرفته. در حقیقت این وای 1 کیلومتره، این ایکس 4 کیلومتره، این ارتفاع هم 1 کیلومتره و این زاویه هم 45 درجه است. خب من زیرو میگیرم فاصله ماشین با تصویر هواپیما رو زمین. خب پس زیرو میگیرم فاصله ماشین با تصویر هواپیما رو زمین. خب خود فاصله ماشین تا هواپیما رو با اس نمایش میدم. خب پس دقت کنید در حقیقت حالا من یه زاویه قائمه دیگه هم اینجا دارم که شماها دقیق نمیبینید، در حقیقت این زاویه هم قائم است. خب به خاطر اینکه دقت کنید که زی یه فاصله است رو زمین، این یک کیلومتری که من کشیدم به زمین عموده دیگه، بنابراین علل خصوص به این زی هم عموده دیگه. خب پس اگر من بخوام اس رو، حالا نهایتا من نه زی رو دارم نه اس رو دارم، چیزی که سوال ازم خواسته نرخ افزایش فاصله است، بنابراین فاینالی چیزی که من باید حساب کنم دی اس به دی تیه، تغییرات فاصله ماشین و هواپیما نسبت به هم، از هم نسبت به زمان. پس من آخر سر باید دی اس به دی تی رو حساب کنم. اوکی حالا ذره ذره شروع کنم جلو رفتن. اولا اس دو رو ببینید، دقت کنید که همونطور که گفتم این زاویه قائم است، پس بنابراین اس به توان دو میشه 1/2 به علاوه زی به توان دو، طبق قضیه فیثاغورس است. اوکی ببینید این هواپیما فاصله عمودیش با زمینه، این زی فاصله ماشین تا تصویر هواپیما، بنابراین اس به توان دو میشه 1/2 به علاوه زی به توان دو، این چیزی که اینجا نوشتم. خب حالا خود زی رو چه جوری حساب کنم؟ دقت کنید که زی ضلع سوم یه مثلثیه که یه ضلعش ایکسه، یه ضلعش وایه و زاویه بین ایکس و وای هم 45 درجه است. اوکی بنابراین اتفاقی که میفته اینه که من زی رو از قضیه کوسینوس ها میتونم حسابش کنم. در حقیقت طبق قضیه کوسینوس ها زی به توان دو میشه ضلع اول به توان دو به علاوه ضلع دوم به توان دو منهای دو برابر حاصل ضرب ضلع آ در کوسینوس زاویه بینشون که 45 درجه است. اوکی پس زی رو من اینطوری میتونم حساب کنم. در حقیقت اینو بازنویسی کردم، این نوشتم ایکس دو به علاوه وای دو رو که خودشو نوشتم منهای دو ایکس وای ضرب در کوسینوس 45 درجه میشه رادیکال دو دوم، برام رادیکال دو دوم ضرب در دو رو من نوشتم رادیکال دو، پس زی دو هست ایکس دو به علاوه وای دو منهای رادیکال دو ایکس وای. خب بنابراین اس دوی که من اینجا داشتم که یکی به علاوه زی دو بود، زی دو رو به جاش جایگزین میکنم، میشه یکه به علاوه ایکس دو به علاوه وای دو منهای رادیکال دو ایکس وای. دقت کنید که باز اینجا همین اتفاقی که داره میفته اینه که ببینید من اینجا دیدم اس یه تابع اس دو به زی دو ربط داره، ولی نیومدم اینو مثلا بگم خب پس اس هست زیر رادیکال، یا زی دو رو دیدم اینه نیومدم بگم زی اینو ببرم زیر رادیکال، تا جایی که تونستم اینا رو به فرم ساده شون که زی دو اس دو نگه داشتم و از قضا خب من زی دو رو تونستم با یه رابطه خوبی جایگزین کنم، اصلا نیاز نشد رادیکال بگیرم و اینا.
و دقت کنید که این مثلثی که من اینجا دارم دیگه این مثلث مثلث قائم الزاویه نیست، این مثلثی که ازلش x y z ان قائم الزاویه نیست. من نمیتونستم از قضایای سینوس کوسینوس اینا ساده استفاده کنم، این زل زی رو در با نیاز داشتم واقعا از یه قضیه پیچیده تری مثل قضیه کوسینوس ها استفاده کنم. و دلیل اینکه این زاویه هم 45 درجه است فرضای سواله دیگه، بخاطر اینکه هواپیما داشت شمال غربی میرفت خودرو به سمت غرب، من راستای حرکت هواپیما که شمال غربه و راستای حرکت خودرو که غربه زاویه 45 درجه با هم داره. اوکی خب پس من S2 رو نوشتم به صورت 1 به علاوه Z2 نوشتم 1 به علاوه X2 به علاوه Y2 منهای رادیکال 2XY. خب بنابراین S من اگه من بخوام S رو در زمان 36 ثانیه حساب کنم، اس من میشه 1 به علاوه یه. خب ایکس همو که حساب کرده بودم بود 4 به توان 2. بذارید بنویسم میخواین اس در 36 ثانیه اه. خب اس در 36 ثانیه هست، 1 به علاوه ایکس هم که 4 بود. من اینا رو مخصوصا رنگی نوشتم که دقیقا بدونید چی و از کجا آوردم. ببخشید از رو جا انداختم. خب 4 به توان 2 که x2 که میشه 4 به توان 2، y به توان 2 که میشه 1 به توان 2، منهای رادیکال 2 برابر x ضرب در y که میشه 4 ضرب در 1. خب این عدد رو حساب کنید زیر رادیکال بذارید برای محاسبه است، تقریبا میشه 3.5133 کیلومتر. خب در حقیقت فاصله این دوتا توی این لحظه یه چیز هول و هوشه، این فاصله تصویر رو زمینشون یه چیز هول و هوش 3.5 کیلومتر. خب فاصله تصویرشون ببخشید فاصله خودشون دو تا مثلا هم اس دیگه خود اس رو حساب کردم، این تقریبا میشه 3.5 کیلومتر. اوکی خب حالا میام از این، پس این فعلا خود اس رو حساب کردم، از یه طرف دیگه میام از کل از این رابطه اینجا داشتم از دو طرف نسبت به تی مشتق میگیرم. خب الان که نسبت به تی مشتق بگیرم، خب سمت چپ دقت کنید که هم اس هم ایکس هم وای توابعی از تی هست، ببینید هم ایکس داره با تی تغییر میکنه بیشتر میشه، وای با تی داره تغییر میکنه بیشتر میشه، هم اس با تی داره تغییر میکنه. خب من از دو طرف نسبت به تی مشتق بگیرم، سمت چپ طبق قاعده زنجیره‌ای میشه 2s برابر ds به dt. خب این ایکس 1 که ازش مشتق بگیرم نسبت به تی میشه 0، از x2 نسبت به t مشتق بگیرم میشه 2x برابر dx به dt، از y نسبت به t به مشتق بگیرم میشه 2y برابر dy به dt، و از منهای رادیکال 2 برابر xy مشتق بگیرم میشه منهای رادیکال 2 برابر خب x ضرب در y ضرب 2 تا تابع بر حسب t مشتق بگیرم میشه مشتق اولی نسبت به t ضرب در دومی، بله به اولی ضرب در مشتق دومی نسبت به t. نمیدونم چه اینجا دیش پاک شده. پس این میشه دی ایکس به دی دی ضرب در وای به علاوه ایکس ضرب در دی وای به دی تی. خب همه چی رو داریم دیگه، پس این دو اس برابر دی اس به دی تی میشه دوی ضرب در ایکس رو که به جاش گذاشتم 4، دی ایکس به دی تی رو که داشتم 400 کیلومتر بر ساعت سرعت هواپیما بود به جاش گذاشتم، به علاوه دو برابر وای رو که حساب کرده بودم 1 بود، ضرب در 100 کیلومتر بر ساعت که دی وای به دی تیه. خب پس اینا رو هم اینم جاش گذاشتم 100، منهای رادیکال دو برابر دی ایکس به دی تی که 400 ضرب در وای که 1 به علاوه ایکس که 4 ضرب در دی وای به دی تی که 100. اوکی پس اینا رو همه رو من نوشتم. خب و اتفاقی که میفته اینه که دیگه حالا باید فقط حساب کتاب کنم، این رابطه رو جمع و جور کنم میشه 3400 منهای 800 رادیکال 2. خب و بنابراین دقت کنید که این 3400 منهای 800 رادیکال 2 دو اس برابر دی اس به دی تی بود، برمه دی اس به دی تی رو که میخوام حساب کنم باید اینو تقسیم بر دو اس کنم، اس هم که اینجا حساب کرده بودم، دی اس به دی تی برمه میشه 1 تقسیم بر دو اس ضرب در 3400 منهای 800 رادیکال 2 که حسابش کنید میشه 322 حدودا ممیز 86، و واحدش هم بدونه که بخوام چک کنم که چی کجا چجوری تغییر کردش
در حقیقت واحد این آخریه، چون میدونم حواسم بوده همه چی رو منظم مرتب بنویسم، این واحدش میشه کیلومتر بر ساعت. پس در حقیقت سرعت افزایش فاصله اینا نسبت به هم میشه 3322 ممیز 86 صدم کیلومتر بر ساعت. اوکی، پس اینم از این. خب ساعت چنده؟ 11:40. من راستش فکر کنم این مثال ها اگرچه مثال های حداقل از نظر من مثال های ساده ای بود، ولی فکر کنم که شماها بهتون فشار اومدش. من با توجه به حالا استعلامی هم که از اساتید دیگه گرفتم، ظاهرا خدا شکر ما خیلی عقب نیستیم که نگران بشیم. مخصوصا من چون اسلایدامو از قبل آماده میکنم درس میدم، سرعت بیشتر میشه. یعنی همه اینا رو اگه میخواستم سر کلاس بنویسم، یعنی ما الان 12:45 هم شده بود، هنوز به اینجا نمیرسیدیم. بنابراین در کمال ناباوری میخوام بگم الان کلاس تمومه. خسته نباشید، فقط کسی سوال داره میتونه سوالاشو بپرسه. دست ببرید بالا سوالاتونو بپرسید. خب سنا منصوری بفرمایید. خسته نباشید استاد، من دارید. بله بله، این سواله خب قشنگی کاریم بود که ما اون اول شکلش رو بتونیم تشخیص بدیم. من خودم که اومدم قبل از اینکه حل کنیم شکلش رو بکشم، اینجوری سه‌بعدی نکشیدم، یعنی یک کیلومتر رو به سمت بالا گرفتم، بعد هواپیما رو به سمت شرق شغال شمال غرب گرفتم، بعد توی پارامتر رو خیلی نتونستم خوب به جواب برسم. آره اتفاقی که میفته اینه که نه اگه چیز خوب نکشید، یعنی اگه سه‌بعدی نکشید گمراهتون میکنه ماجرا. ببین واقعا این مسئله سبود رو داره. ببینید خود این تصویر رو زمین هواپیما و حرکت ماشین خودش دو بود رو زمین رو استفاده کرده. خب ارتفاع هم بود سوم رو واقعا لازم داره. یعنی اگه شما اینو دو بودی بخواید مسئله رو بکشید اشتباه میشه. ببین مثلا الان این زاویه هم به این خطم بوده، هم به این خطم بوده، هم به این خطم بوده، یعنی مثلا این ارتفاعه. برای من اگه اشتباه بکشیم این عمود بودنا رو نمیتونیم ببینیم و یه سری زوایای گمراه میکنه. مثلا ممکنه شما اینو عمود بکشید و اینجا هم که زاویه 45 درجه است، یا اشتباهی فکر کنید اینم یه زاویه 45 درجه است. یعنی تصور سه‌بعدی توی این مسئله خیلی کمک میکنه. یعنی این که حواستون باشه این دوتا با هم توی یه صف هن و این یه چیز عمود به این صف هست، اینطوری و اینطوریه و این یکی عمود. ببخشید من نمی‌دونم عکسو می‌بینید یا نه، اینجوری. دیدن این تصویر و تصور مناسبش خیلی به حل مسئله میتونه کمک بکنه. خواهش میکنم. مانی محمودی بفرمایید. استاد سلام، خسته نباشید. من یه چند سوال داشتم. یکیش این بود که تو اینایی که ما مشتق دو متغیر میگیریم، تو همش لازمه که ذکر کنیم که فرض بر اینه که اینا تابعی از هم دیگه که ما داریم مشتق میگیریم، یعنی که نه مهم نیست دیگه ذکر کنیم نیستش. ولی لازم نیستش. اگر این کار، یعنی هر چه که شما مثلا این وقتی یه جدایی می‌نویسین دی اس به دی تی، معلومه که دارین فرض می‌کنید اس یه تابعی از تی دیگه. و اگه این کار دارید درست انجام میدید، نه لازم نیست صریحا بنویسید که اس رو به عنوان تابعی از تی در نظر می‌گیرید. همین که بنویسید دی اس به دی تی اگه درست باشه و واقعا اس تابعی از تی باشه، قابل قبوله. بعد سوال بعدی من این بودش که الان ما اگه این دوتا هواپیما و ماشین با یه سرعت میرفتن دیگه، ما مشکل زاویه رو نداشتیم دیگه، میدونستیم اینا در واقع سرعتشون برابر بود، یه دونه 90 جدیدم درست. نه این میشه. اصلا بحث سرعت برابر یعنی سرعت به معنای مقدار سرعت یا مقدار و راستای سرعت. یعنی مثلا ماشین داره با 200 کیلومتر میره، هواپیما هم داره با 200 کیلومتر در ساعت. خب نه، و این زاویه از اینجا میاد که این هواپیما شمال غرب میره، ماشین غرب. نه زاویه اون 45 اون که فهمید اون مشکلی نیست. این زاویه بین الان ماشین و این خط صورتی که کشیدید زده، اون 90 میشه دیگه. نه نمیشه، نقطه چینه با این میشه یه دو تا، این دو تا طول با هم برابر میشد و یه زاویه 45 درجه، بنابراین این وسط مثلا میشد جفتشون میشد 135 تقسیم بر 2 67.5 میشه، چند میشه زاویه. یعنی ما راهی نداره که بتونیم با توجه به سرعت، راهی نداره که شما با توجه به سرعت سوال با تصمیم بگیرید دیگه. یعنی
تو این صورت سوال نتیجه این بود که اینا زاویه هیچ زاویه 90 درجه تو این مثلث وجود نداره. حالا اگه صورت سوال یه جور داده بود که وجود داشت، خب میتونستید دیگه. چرا؟ گرفتم، مرسی. خواهش میکنم. محمد تابشپور بفرمایید. استاد صدای منو دارید؟ بله بله بفرمایید. استاد من سوال فهمیدم، فقط اون اولش که x شدش 4 اون قسمت با ازتون سوالم کردم تو. خب ببین سرعت هواپیما 400 کیلومتر بر ساعته. درسته؟ و سوال گفته بود 36 ثانیه بعد از رد شدن از نقطه‌ای که از بال سر هم گذشتن. 36 ثانیه میشه 1/100 ساعت. خیلی هم 3600 ثانیه 3/100 میشه، پس 4 کیلومتر فاصله گرفته یا یک کیلومتر. خب بس بچه من یه نکته خیلی کوچیک بگم. این سوال آقای تابشپور خیلی خوب بود و دقتش خیلی خوب بود. ببین مثلا الان این نکته من ازم خیلی نکته آموزشی خوبیه. ببین آقای تابشپور نفهمیده بود من چرا این 4 کیلومتر، چجوری این 4 کیلومتر رو حساب کردم. خب ولی بدونه که اینو متوجه شه تونسته بود باقی سوال رو دنبال کنه. ببینید ممکنه شما یه جای وسط سوال یه چیزی رو نفهمید، مثل اینکه الان چی شد من این 4 کیلومتر رو از کجا آوردم، ولی خب ما بقیه سوالی که میتونید بفهمید چی دارم میگم، با این فرض که خب من انشالله اشتباه نکردم و 4 کیلومتر رو درست حساب کردم، ادامه دارم میدم و خب تو این ادامه‌ای که دارم میدم و در حقیقت تونستن بر بشنون و بررسی کنن و متوجه شن. و این جزء هنرهای یه نفره که مثلا وقتی یه چیزی اون وسط متوجه نشه بتونه ما بقیه ماجرا رو ادامه بده. سعی کنید مهارت پیدا کنید. اگه یه چیزی وسط یه سوال نفهمیدید سریع اعتماد به نفستون از دست ندید. سعی کنید ما بقیه راه حل رو با فرض اینکه اون ماجرا درسته ادامه بدید، بعدن اون تیکشو حالا سوال میپرسید متوجه میشید. پانیز سورمانشاهی بفرمایید. سلام استاد، صدا میاد؟ بله بفرمایید. من یه سوال از بخش‌های قبلی دارم، اجازه است بپرسم؟ یعنی از جلسه‌های قبلی؟ بله بله. اگه از جلسه‌های قبلی اجازه بدید سوال این جلسه تموم شد بعداً. بله. یه بار دستتون ببرید پایین بیارید بالا که نفر آخر صف بشید. بیارید که آخر صف بشید بعد چیز کنید. بعد دور مطرح کنید. خب پویا شمسی‌پور بفرمایید. پویا شمسی‌پور تشریف ندارید؟ میکروفونتون هم باز شده ولی صداتون رو من ندارم. نه نه صداتون نمیاد. خب پس محمد رضا صحابی فعلا بفرمایید تا پویا شمسی‌پور. سلام استاد. سلام بفرمایید. بس یه بار دیگه میشه زاویه 45 توضیح بدین که چه جوری به دستم متوجه نشد؟ اون 45 درجه از اینجا در اومد که هواپیما داشته میرفته شمال غرب، ماشین داشته میرفته غرب. زاویه بین غرب و شمال غرب 45 درجه است دیگه. همین فقط. آره. باور نمیشد اینقدر ساده باشه. ممنونم. اوکی. آریان پور اسدالله بفرمایید. سلام استاد، صدا هست؟ سلام. بله بفرمایید. استاد سوال منم راجع به این جلسه نیست، ولی با توجه به اینکه بقیه بچه‌هایی هم که موندن مثل اینکه سوالشون مال این جلسه نبود، بذار اگرم باشه شما باید نوبتتون بعد خانم سورمانشاهی دیگه. می‌خوام شما یه بار دستتون برین بالا بیاین پایین که شما برین آخر لیست بعد خدمت میرسم. مهدی رشنو بفرمایید. مهدی رشنو دست شما پایین. علی شریعت نجات بفرمایید. سلام استاد، خسته نباشید. بفرمایید. استاد تو اون سوالی که مستطیل بود میشه لحظه ببخشید. خواهش میکنم. ما میتونیم x و y رو بر حسب یعنی توابعی بر حسب t بنویسیم. یعنی بنویسیم 10 به علاوه 2t. فرض کردیم اینطور هست. خب استاد اگه یعنی 10 به علاوه 2t و 8 منهای 3t بگیریم ازش مشتق بگیریم میرسیم به منفی 14 منهای 12t. مطمئنی؟ والا فکر کنم من نوشتم همین بود. ببین تو از 10 به علاوه 2t ضرب در 8 منهای 3t باید مشتق بگیری، که اگه دقت کنی یه ترم t دو دارم داره. بله درسته. درسته؟ بله بله درسته. در حقیقت الان ترم تی دو دارشون تو تی مساوی صفر میخوای حسابش کنی از بین میره، ولی الان اینو حساب کنی میشه 16 تی منهای سی تی خب به علاوه 10 هشتای منهای 6 تی دو. چون تو تی مساوی صفر میخوای مشتق رو حساب کنیم 6 تی دو مشتقش میشه صفر، 10 مشتقش میشه صفر، این 16 منهای 3 مشتقش میشه همین منفی 14 که ما حساب کردیم.
تو تیم مساوی با صفر بود. من آره دقیقا جودم برای خیلی من خواهش میکنم. خب دوباره دیگه فکر کنم همه کسی که سوال جدید داشتن تپرسیدن. پانیز سورمانشاهی بفرمایید. اصلا من این بخش مشتقگری از تاب وارون رو چند بارم خوندمش ولی گیج میشم، یعنی نمیدونم چیکار باید بکنم. میشه یه بار دیگه توضیحشو بگید؟ ببینید دو جور تاب مشتق وارون رو حساب کردن یخت دردسره. خب من بهترین توصیه‌ای که براتون دارم اینه که همین کاری که من میکردم هر دفعه بکنید. من مخصوصا جلسه قبل که داشتم اینا رو حساب میکردم هر دفعه بدونه که مشتق تاب وارون رو بنویسم، آره مینوشتم دقیقا دارم چی کار میکنم. ببینید مثلا فرض کنید من اینجا میخواستم مشتق تانژانت وارون رو حساب کنم، خب به جای اینکه یه بارکی بیام با فرمول بنویسم دقیقا نوشتم خب آقا x مساوی تانژانت تانژانت وارون دیگه، بعد مشتق گرفتم سمت چپ. خب دیگه این صورت کلیش هم همینه. ببینید الان بذار اینطوری بنویسم که فرض کنید f x رو در حقیقت f وارون x رو اسمش رو بذارید y، خب f y رو اسمش رو بذارید z. خب حتی یه ذره با دیلی داره میاد. حالا اف او اف وارون میشه خود وای دیگه، یعنی مساوی خود وای، درسته؟ پس دی بس میشه خود ایکس. معذرت میخوام بزن یه صفحه جدید بیارم بنویسم، معذرت میخوام. ببینید اف وارون ایکس رو بنویسید وای، f y رو بنویسید z که در حقیقت مساوی خود x. درسته؟ پس بل. یک مساوی با dx به dx، خب این مساوی با dz به dy ضرب در dy به dx. درسته؟ z همون f y بود دیگه، همون x دیگه، نوشتم z که قاطی نکنه یک شده دیگه، آره اینم مساوی یک. خب برابر این dy به dx که این همون مشتق f وارونه دقیقاً، خب مساوی با یک تقسیم بر dz به dy در نقطه y. درسته؟ این خیلی مهمه بل. که اینو من باید تو نقطه خود وای حساب کنم. مثلا الان من مشتق تانجانت وارون رو بخوام حساب کنم میشه یک تقسیم بر یک به علاوه تانجانت دو در نقطه وای، یعنی تانجانت وارون ایکس. درسته؟ حتی هنوز نیومده، یه ذره دیلی داره، اومد الان. درسته؟ بله. یعنی اصل ماجرا اینه که اینو تابه رو باید در نقطه خود وای حساب کنید. خب حالا تانجانت وارون میشه خود ایکس، پس میشه یک تقسیم یک بله به ایکس دو. بله فهمیدم. یعنی مسئله اینه که این نوشتنش به خاطر اینکه اینو باید حواستون باشه که این دیزی به دیوای تو نقطه وای حساب کنید یه ذره پیچیده میشه. من خودم یعنی حالا یه ذره آدم تو محاسبات ضعیفیم، به خاطر همین ترجیح میدم معمولا اینو دقیقاً اینطوری تو رابطه صریح بنویسم مشتق اینا رو میخوام حساب کنم، دونه دونه مشتق بگیرم ببینم چند میشه. پس اجازه داریم از این تو همه اجازه؟ آره میشه، اشکال نداره. ببینید شما اجباری به استفاده از فرمول ندارید. فرمول یه موقعی کارتون رو ساده تر میکنه به خاطر اینکه یه چیزی قبلا حساب کردیم میدیم، ولی اگه یه چیزی اثبات کنید هیچ کی نمیگه چرا اثباتش کردید، میبره برگرد بعد از فرمول احساس کنید. من خودم به خاطر اینکه میگم یه ذره بعضا خودم هم قاطی میکنم ترجیح میدم اینو هر دفعه همینطوری بنویسم. بله من بخشید من از جلسه قبل دو تا سوال برام اینجا اون x به ای به توان x رو توضیح دادید فهمیدم کامل، خب ای به توان 2x رو، اما خودم قبلش یه استدلالی برای خودم کردم که بفهمم. گفتم ای به توان 2x رو 2xش رو بگیریم مساوی با y، حالا از ای به توان y مشتق بگیریم میشه همون ای به توان y که در نهایت میشه ای به توان 2x.
خب ولی مشتق وای نسبت به ایکس جامون دیگه. آها راست میگی، درست کامل. بله سوال دومم این که سکاند وارون ایکس چجوری مساوی با کوسینوس وارون یک ایکس اونه؟ اینو تو توضیحات آخر فیلم جلسه قبل، یعنی بچه هایی که از بچه ها باز دوباره سوال آره آره گفتن. شما گفتید سکاند وای رو میگیریم ایکس، بعد می‌نویسیم یک بر روی کوسینوس وای، بعد کوسینوس وای میشه یک ایکس. بعد خب بعدش چیکار کنیم؟ چجوری به نتیجه همین ببین بذار من بیارم اونجایی که سکاند وای رو حساب کرده بودم اینجا بود. ببین اگه سکاند وای ایکس باشه، خب سکاند وارون ایکس میشه وای دیگه الان. آها درست کاملا متشکر استاد، خسته نباشید. مرتضی دلالی بفرمایید. من درست میخوام دلالیه یا دلالیه؟ من نمیدونم، اگه بگید که من درست بخونم. دلالیه تشدید داره؟ آها خب در مرتضی دلالی بفرمایید، ببخشید. سوال قیف رو میشه بیاریم؟ سوال قیف بفهمید الان میادش، یه لحظه صبر کنین. خب بفهمید همون خط اول که 4 پی 75 هچ به توان 3، اگه از جفت طرف نسبت به تی مشتق میگرفتیم ایراد کار چی بود؟ هیچ ایرادی نبود، همین کارم کردم نهایتا. خب شما یه دفعه دیگه رفتیم، نه من اینو لازم داشتم بعدن به خاطر اینو حساب کردم، ولی اگه دقت کنی این خط بعدی دقیقا مشتق این نسبت به تی و این نسبت به تیه. دیوی به دی تیو نمیستم این ها یک دوازده ها چار پی افتاد و پنجم اجسرم که اینجا اومدم اینطور نوشتم دیگه. فقط نکتهش این بود که من بعدن که این کارو میکردم، یعنی من میخوام دوست دارم به دیش به دی تی ربطش بدم دیگه. خب به خاطر این دی وی به دی اچ هم لازم داشتم حساب بکنم، چون اینو این وسط لازم داشتم اینجا نوشتم. ممنون. اوکی ممنون. خب سلام استاد، خسته نباشید. بفهمید ناکنین این فران مال کتاب آدامز چلاس سوالاش انگار زیاد دیگه. خب به سوال پیشنهادی دارین شما بریم حالا. خب استاد حل تمرینتون یه سری سوال میدن، بعد هم هرچی میتونی سوال حل بکنید دیگه. یعنی چی سوال پیش نادیه؟ یعنی منظورتون که نه از سال بالا هم که پرسیدیم انگار گفتن که قبلا دانش ریاضی سوال پیشنهادی میداد، الان مثلش نه. برید از اونایی که میدادن پارسال بگیرید. خیلی هم عالی. مصطفی فاضلی بفرمایید. سلام استاد، وقت شما بخیر. جلسه که خیلی خوب بود، سوالی ندارم در مورد جلسه امروز، فقط یه پیشنهاد دارم، اونم این که اگه میشه این مثالا رو که می نویسید شماره گذاری کنید، چون به دو خاطر، چون اینکه ما نوت برداری می کنیم می نویسیم مثلا مثال چند دیگه صورت سوال نمی نویسیم، بعدن که بخوایم جزوه رو مرور کنیم میریم سراغش. و یکی هم به خاطر این که مثلا اشاره دوستان، مثلا همین الان اگه بگن اون مثال رو بیار، دقیقا نمیدونم شمارش چنده. قول نمیدم یادم بمونه، چون من جزوم رو از قبل می نویسم، یعنی مثلا من الان نصف جزوه، مثلا نصفش نه ولی یه مقدار جزوه جلسه بعدم هم نوشتم. و اینکه حالا بعضی موقع اینطوریه که مثلا خب من می‌بینم شرط کلاس تا کجا میشه رفت، اون مثالا رو اینا رو بعداً باید شماره بزنم، یه ذره سخت میشه، ولی اگه ان شاءالله سعی کلاس یادآوری بکنید سعی میکنم شماره بزنم. متشکرم. همون میگید. اول کلاس شماره گذاری بشه، یک دو سه چهار، هم اشارهش خیلی سریعتر میشه، هم نوت برداری که میکنیم خیلی کارمون راحت‌تر میشه. متشکرم، روز شما بخیر. به سلام. خب اگه دوستان سوال دیگه ندارن خسته نباشید.